سلام، SSD اکسترنال سامسونگ مدل T7 تاچ یه انتخاب خیلی حرفه‌ای که قراره آنباکسش بکنیم و در موردش حرف بزنیم. مسعود اینجاست و این چنل بی پرو. تلاش میکنم مهارت کسب کنم تا حرفه‌ای تر انتخاب کنم. از مسیری که برای حرفه‌ای تر شدن انتخاب کردم لذت میبرم و توی چنل خودم یعنی بی پرو تلاش میکنم که با شما به اشتراک بذارم. تو هم اگر در حال کسب مهارت هستی و فکر میکنی که با من هم مسیر هستی، ویدیوهای من رو از دست نده، چنل من رو سابسکرایب کن و این ویدیو رو با دوستات به اشتراک بذار. اینجا یه جعبه داریم که در نگاه اول یه جعبه است که یه در داره و توش یه دونه اکسترنال درایو SSDه، اما این جعبه در کمال سادگی یک کاتالوگ کامل برای محصوله که تمام اسپک محصول رو روی خودش داره. همونطوری که میبینید سامسونگ از رنگ مشکی برای جعبه این محصول استفاده کرده. سامسونگ بازها بهتر میدونن. سامسونگ به طور معمول از رنگ مشکی برای محصولات لول حرفه‌ای خودش استفاده میکنن و رنگ مشکی این جعبه کاملا این حس رو داره به من القا میکنه. روی جعبه عکس و مدل محصول، سنسور اسکن اثر انگشت، ظرفیت 2 ترابایتی و 3 عامل های سازگار رو داریم. سمت چپ جعبه ابعاد، وزن، سرعت که در واقع همون پرفورمنس هستش، جزئیات طراحی محصول، سکیوریتی محصول اشاره شده. دست راست سامسونگ اشاره کرده به 3 سال وارانتی محدود، کامپتیبیلیتی یعنی همون سازگاری با جزئیاتش و محتوای جعبه. پشت جعبه لینک شرایط وارانتی رو گذاشته به زبانهای مختلف بجز فارسی و عربی و حتی زیر جعبه محصول هم نکات خیلی جالبی داره. به عنوان مثال پروداکشن دیت که اپریل 2022 هستش که نشون میده خیلی محصول جدیدیه و اینکه اینجا نوشته Made in Korea. من اصلا چشم عادت نداره چیزی به غیر از Made in China ببینم، ولی اینجا میبینید که ساخته کره روش خورده و از اون محصولات خیلی دیگه خفن سامسونگه، قطعا همینطوره. اما بریم سراغ در جعبه باز کردن سامسونگ پورتابل SSD T7 تاچ. در جعبه رو از ته جعبه باز میکنم. توش یه جعبه است که یه در از بالا داره و یه درم از بالا داره. از هر طرف بهش نگاه کنیم میتونیم بگیم که از بالا. در این سمتش رو باز میکنم. چقدر کوچیکه، یعنی علارغم اون چیزی که من فکر میکردم خیلی کوچیکه. فکر میکنم اندازه یه دونه کارت آبربانک باشه و چقدر سبکه. روی جعبش وزنش رو نوشته 58 گرم و واقعا انگار هیچ چیزی توی دستم نیستش. 58 گرم، فقط 8 میلیمتر قطرشه و سامسونگ اشاره کرده به این موضوع که اگر از فاصله 2 متری روی سطح سخت یعنی سطح سیمانی برخورد بکنه سکته نکنید، هیچ اتفاقی براش نمیفته. و نکته جالبتر این که سامسونگ روی سابدامین سمیکاندکتور اشاره کرده به این موضوع که از سال 2003 تا امروز این بهترین هارد اکسترنال SSD اکسترنال دنیاست و این خیلی چیز خفنیه. بذارید یه بار ابعادش رو با یه دونه کارت آبربانک
چک بکنیم کاملا اندازه همن، یعنی وقتی من این آبرمارکر رو میذارم روش فقط یک میل از اطراف شاید بزرگتر باشه، اونم فقط در عرض نه در طول، کاملا اندازه یه آبرمان، یعنی شاید اصلا بتونید توی جای جاکارتیتون هم جاش بدید. بزرگش هم گفتم فقط 8 میلیمتره. همونطوری که مشخصه از USB تایپ C استفاده میکنه و روش سنسور حرارتی اثر انگشت با تکنولوژی اولتراسونیک وجود داره. توی ظرفیت های 512 گیگابایت، 1 ترابایت و 2 ترابایت با رنگ های مشکی و نقره ای، بلک و سیلور ارائه میشه. خب اینجا باش تا بریم سراغ بقیه محتوای جعبه. خب در این قسمتش رو میبندم. به این جعبه یه جعبه دیگه وجود داره، اینو بلم بذارمش کنار. اینه کاتالوگ، کابل USB A to C، کابل USB C to C. عجب کیفیتی، عجب کیفیتی. ضخامت و انعطاف کابل کاملا مشخصه. فکر میکنم کمتر از یک سال دیگه کابل USB Type-C به Type-C پر یوزرترین کابل موجود در تمام جهان باشه. این دوتا کابلی که توی جعبه پورتابل SSD T7 تاچ هستش، هم USB Type-C به Type-C و هم USB Type-A به Type-C 10 گیگ ساپورت میکنن. اما خود SSD درایو از USB ورژن 3.2 نسل 2 پشتیبانی میکنن که آخرین نسل از آخرین ورژن USB هستش. اما همه اینها بستگی به PC، لپتاپ، مک، iOS، تبلت، گوشی شما داره که آیا USB 3.2 نسل 2 ساپورت میکنه، USB 3.2 نسل 1 ساپورت میکنه، USB 3 ساپورت میکنه. همه اینها بستگی به دیوایسی که قراره این اکسترنال درایو رو بهش وصل بکنید داره. سنسور فینگرپرینت با اپلیکیشن روی ویندوز، مک و اندروید قابل تنظیم هستش. بریم روی ویندوز ببینیم که چجوری میتونیم تنظیمش بکنیم، اثر انگشت براش تعریف بکنیم، بهش پسورد بدیم و چجوری هست. خب بچه من اومدم روی ویندوز SSD درایو رو وصل کردم و میخوام که اپلیکیشنش رو نصب بکنم. حالا کاری که من انجام میدم اینه که وارد مای کامپیوتر میشم. اینجا در واقع SSD درایو خودم رو میبینم با ظرفیت رسمی 1.8 ترابایت، چون این ظرفیت اسمیش 2 ترابایت هستش. خب وارد درایو میشم. همونجوری که میبینید وقتی که در واقع SSD درایوتون نو هستش، 3 تا فایل اپلیکیشن برای اندروید، مک او اس و ویندوز روش وجود داره. حالا با توجه به اینکه من روی ویندوز هستم فقط اگزش در واقع فعال هستش و کار میکنه. بسته به اینکه روی چه او اسی دارید ازش استفاده میکنید، اپلیکیشن مربوط به اون او اس روی اون او اس کار میکنه و آیکونش واسه شما نمایش داده میشه. من چون روی ویندوزم فایل اگزه رو اجرا میکنم. خب همون جوری که دیدید خیلی ساده نصب شد. نصبش خیلی چیز پیچیده این نبود، ولی یه سوالی از من اینجا داره میپرسه: Are you resident of a European country؟ که من اینجا بهش میگم که نه.
خب همونجوری که دارید میبینید، وقتی که اپلیکیشن لانچ میشه، من این صفحه پشتش رو ببندم، اپلیکیشن الان لانچ شده، اسم درایو رو داره واسه من میاره. شما اگر مثلا همزمان یه دونه مثلا SSD سری T5 سامسونگ هم وصل بکنید، اینجا براتون لیست میکنه SSD های سامسونگ، چون این در واقع اپلیکیشن یک اپلیکیشن گلوبال هستش. حالا دکمه آپدیت هم داره که میتونید اپلیکیشن رو آپدیت بکنید. من این دکمه رو میزنم، وارد ستینگ میشم، قبلش بهتون نشون بدم، چون هنوز پسورد و اثر انگشتی روی SSD در واقع تنظیم نشده، اینجا داره به من نشون میده که سکیوریتی نداره و اینجا نوشته سکیوریتی مود ایز دیزیبل. من وارد ستینگ میشم و سکیوریتی مود رو آن میکنم و به محضی که سکیوریتی مود رو آن میکنم، از من یه پسورد میخواد که ست بکنه روی درایو. من یه پسورد بهش میدم خب مثل که پسوردم همخونی نداشت. دان و در واقع پسورد ست میشه. حالا میتونم بعد از اینکه سکیوریتی مود رو فعال کردم، به من اجازه میده که بیام فینگرپریت آنلاک رو انجام بدم. یه نکته ای که وجود داره، روی SSD درایو یه دونه دور سنسور فینگرپرینت، یه دونه لایت بار آبی وجود داره که وضعیت سکیوریتی SSD رو به شما نشون میده. من الان روی درایو میام فینگرپرینت آنلاک رو میزنم. اول از من پسورد میخواد، همین پسوردی که ست کردم. خب حالا که پسورد صحیحه، اینجا داره چشمک میزنه همونجوری که میبینید و من انگشتم رو میذارم که انگشتم رو براش تعریف کنم. مثل موبایل، چند بار باید انگشتتون رو بذارید و وردارید تا جاهای مختلف انگشتتون رو براتون اسکن بکنه. خب دان. حالا من اپلیکیشن رو میبندم و حتی مای کامپیوتر رو هم میبندم. الان من به همه ظرفیت دسترسی دارم، اما کاری که انجام میدم، یه بار SSD رو میکشم و دوباره وصلش میکنم. حالا که SSD رو وصل میکنم، SSD لود شدش. خب ولی یه تفاوتی میکنه. وقتی که میام یه لایه عقبتر، الان شما اینجا میبینید که SSD من فقط 1.2 مگابایت داره به من ظرفیت میده. خب از طرفی با وصل کردن SSD به ویندوز، این پایین اپلیکیشن هم در واقع برای من به طور همزمان لانچ شده که میگه یا انگشتت رو اینجا بذار که SSD در واقع آنلاک بشه و یا اینکه پسورد بزن. خب من انگشتم بزنم. الان همونطوری که میبینید درایو برای من آنلاک شد و حالا اون ظرفیت مثلا 1.2 مگابایتی تبدیل شد به 1.81 ترابایت و این در واقع مدلی بودش که تنظیمات SSD درایو رو SSD درایو سامسونگ T7 تاچ رو انجام دادیم. اما حالا بریم سراغ تست رید و رایت هارد. من از نرم افزار از SSD استفاده میکنم، اسم نرم افزارش از SSD، اینجا بیارمش بالا.
هاردم رو انتخاب میکنم، همونجوری که میبینید اسم هارد اینجا مشخصه. اون ظرفیتی که میخوام باهاش رید و رایت رو انجام بدم روی یک گیگ میذارم و دکمه استارت رو میزنم. اگر تست خیلی طول کشید فست فوروارد میکنم، ولی شما ریزالت ها رو ببینید و خودتون قضاوت بکنید که سرعتش به چه صورته. الان سرعت رایتی که شما دارید میبینید بچه ها، سرعت رایتش تقریبا 850 مگابایت در ثانیه است و این فوق‌العاده است. کله آدم سوت میکشه، چقدر عجیب غریب عددا. و 950 تقریبا میشه گفت یک گیگ در ثانیه سرعت رایتشه. حالا روی تست 4K هم داریم ببینیم که وضعیت به چه صورته. میگم بچه ها من اینجا رو فست فورواردش میکنم برای اینکه وقت ویدیو گرفته نشه. خب همونطوری که میبینید به صورت اوریج خب سرعت رید و رایت رو براتون نمایش داده و عدد کلی رو هم گذاشته. حالا با درایو های دیگه تون این رو تست بکنید و این تست ریزالتی که من اینجا دارم رو هم ببینید، ببینید که چقدر تفاوت داره. در آخر اگر بخوام یه جمع‌بندی بکنم، به نسبت قیمت 7,800,000 تومانی برای 2 ترابایت SSD شاید مایوس کننده باشه، ولی وقتی که سرعت و امکانات در واقع امنیتیش رو در نظر میگیرم میبینم که خیلی وسوسه انگیزه و اگر پول داشته باشید و نخریدش یه جورایی دلتون پیشش گیر میکنه. من اینجا یه دونه فلش 512 ADAT های USB 3.2 نسل 1 دارم که خب ظرفیتش 512 گیگه و تقریبا میتونم بگم همه کارهای دم دستیمو حتی با ظرفیت های بالا انجام میده. اما برای یه سری کارهای حرفه‌ای تر مثل بکاپ های فول پارتیشن که حالا ما از روی سرورها میگیریم، من به اقتضای شغلم این کار رو انجام میدم، اونجا دیگه 512 گیگ کفاف نمیده، حتی شاید 1 گیگ هم کفاف نده. به خاطر همینم بود که من رفتم سراغ این SSD لطفاً فراموش نکنید که چنل من رو سابسکرایب بکنید و تا ویدیو بعدی بدرود.